سلام، ادامه برنامه غزلخونی از کتاب حافظ شیراز. ما جلسه پیش تا غزل 170 اگر اشتباه نکنم پیش رفتیم و با اجازه شما شروع کنیم به برنامه‌مون از غزل 171. بهروز عزیز خیلی خوش آمدی، فرانک عزیز خوش آمدید. یک کاری کردم اشتباهه، ولی خب حالا این سیمه رو بعد از زیر پیراهنم میذاشتم که حالا از رو گذاشتم، دیگه مهم نیست، دیده نمیشه ایشالا. آذر عزیز این 71 رو شروع کنم. در آن هوا که جز برق اندر طلب نباشد، گر خرمنی بسوزد چندین عجب نباشد. مرغی که با غم دل شد الفتیش حاصل، بر شاخسار عمرش برگ طرب نباشد. می خور که عمر سرمد گر در جهان توان یافت، جز باده بهشتی هیچش سبب نباشد. در کارخانه عشق از کفر ناگزیر است، آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد. در کارخانه عشق از کفر ناگزیر است، آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد. در کیش جان فروشان فضل و شرف به رندی است، آنجا نسب نگنجد وینجا حسب نباشد. در محفلی که خورشید اندر شمار ذره است، خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد. حافظ وصال جانان روزی چون تو رندی روزی شود. که با آن پیوند شب نباشد. چه غزل قشنگی بود، من ندیده بودم این غزل رو. یعنی یه کار زشتی هم که من کردم، این که قبل از اینکه شروع کنم به لایو اقلا غزل اول رو باید یه نگاه میکردم، اون هم نکردم. الینا مولا مونا خانم فاطمه زندی از شیراز خیلی خوش آمدید. 172. خوش آمد گل و زان خوشتر نباشد، که در دستت بجز ساغر نباشد. غنیمت دان و می خور در گلستان، که گل تا هفته دیگر نباشد. زمان خوشدلی دریا که دایم در صدف گوهر نباشد. ایا پر لعل کرده جام سیمین، ببخشا بر کسی کش زر نباشد. شرابی بی خمارم بخش یارب،
که با او هیچ درد سر نباشد. بنامیزد بتی سیمین تنم هست که در بتخانه آزر نباشد. بیا ای شیخ و در میخانه ما شرابی خور که در کوثر نباشد. ز من بنیوش و دل در شاهدی بند که حسنش بسته زیور نباشد. بشوی اوراق اگر هم درس مایی که حرف عشق در دفتر نباشد. عجب راهیست راه عشق کانجا کسی سر بر کند کش سر نباشد. کسی گیرد خطا که در طلب گنج نامه مقصود شدم خراب جهانی ز غم تمام و نشد. دریغ و درد که در جست و جوی نقد حضور بسی شدم به گدایی بر کرام و نشد. برای کرام فکر میکنم بهتر میشه. بدان هوس که به مستی ببوسم آن لب لعل چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد. الان صدای منو میشنوی؟ صدا نمیاد؟ جناب مشکات خیلی خوش آمد. صدا قطعه؟ آب قطع نمیشه. اگر صدای من رو میشنوید دوستان بگید که من ادامه بدم. خانم مهدوی خیلی خوش آمد. آها خوب خوبه. تا کجا گفتم؟ درست بر دوست قهوه نخر ویدا لیت لیتریچر باید باشه قدرتان. خیلی خوش آمدی صدای من داری. خانم مهدوی خوش آمدی. جناب مشکات رو من دیدم، خیلی خوشحالم شما رو میبینم اینجا. من از اول بخونم 173 رو چون نمیدونم از کجا قطع شد. گداخت جان که شود کار دل به کام و نشد. بسوختیم در این آرزوی خام و نشد. فغان که در طلب گنج نامه مقصود شدم خراب جهانی ز غم تمام و نشد.
فغان که در طلب گنج نامه مقصود شدم خراب جهانی ز غم تمام و نشد. دریغ و درد که در جستجوی نقد حضور بسی شدم به گدایی بر کرام و نشد. کرام نوشته، ولی باز من شک کردم کرام بود دیگه. حالا دفعه پیش برعکسش شک کرده بودم. بدان هوس که به مستی ببوسم آن لب لعل، چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد. به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم، که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد. به غمزه گفت شبی میر مجلس تو شوم، شدم به مجلس او کمترین شدم به مجلس او کمترین غلام و نشد. یه اشتباه اینجا هست، من از روی نسخه بخونم. به غمزه گفت شبی میر مجلس تو شوم، شدم به مجلس او کمترین غلام و نشد. توی نسخه غنی شدم به رغبت خیشش کمین غلام و نشد. حالا نمیدونم، یه هجا فکر میکنم کم آورد، نمیدونم، حالا باز بعدم فکر میکنم و مرزم کنم و یه اشتباه اصلاح میکنم. پیام داد که خواهم نشست با رندان، بشد به رندی و دردی کشیم نام و نشد. هزار حیله برانگیخت حافظ از سر فکر، بدان هوس که شود آن نگار رام و نشد. خانم فریناز عسکری خیلی خوش آمدی، خانم شکوفه خلیلی خوش آمدید. تو قهوه خر و قهوه خور و قهوه فروش. فرین از این بهزاد منو اذیت میکنه. میتونی یه جوری کامنت مومنتاش رو ریپورت کنی اینستا هستن کامنتش ببرده؟ هر وقت میام اینجا اذیت هم میکنه. خانم ملیه خیلی خوش آمدی، هامون عزیز خیلی خوش آمدی. منم همین حفظم نشد بشه. آره ولی یه هجا فکر میکنم کم آوردیم، مهم نیست، حالا بگذاریم بعدا من تختیش میکنم. سلام نجار، نجار امروز حال اساسی به ما داده، پستمون استوری کرده، اپمون استوری کرده، پست کرده هم تلگرام هم چیز استوری. چیه 174؟ در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار، کان تجمل که تو دیدی همه بر باد آمد. بر زلیخا ستم یوسف مصری مپسند، زان که از عشق بر او این همه بیداد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم. خدا دهنت بشنوه،
بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم. شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. باد صافی شد و مرغان چمن مست شدند. موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. دلفریبان نباتی همه زیور بستند. دلبر ماست که با حسن خداداد آمد. زیر بارند درختان که تعلق دارند. ای خوشا سر که از بار غم آزاد آمد. ای عروس هنر از بخت شکایت منما، حجله حسن بیارا که داماد آمد. مطرب از گفته حافظ غزلی مست بخوان تا بگریم که ز عهد طربم یاد آمد. خیلی غزل قشنگیه و خیلی تغییر داشت. یه عبارتی داره بیت دومش، میگه از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار، کان تجمل که تو دیدی همه بر باد آمد. تحمل و تجمل، تجمل چقدر قشنگ نشست به عبارتی. مثلا صبر و دل و هوش رو تجملات دونسته دیگه، یعنی که الان دیگه وقت این چیزا نیست که حالا مثلا من بیام ادای آدمایی که صبورم و آدمایی که دل هنوز دارم هوش هنوز دارم در بیارم. میگه دیگه از این موضوع گذشته، دیگه برگشتیم. یه حالت استیصال میگن، میگه اون تجمل که تو دیدی همه بر باد آمد. و خب تحمل هم که قبلا بود خیلی هم قشنگه. بیت آخرش هم غزلی نغز بخوان تا بگویم، که اینجا تا بگریم گفته بود. هر دوتا قشنگ میشینه. من بگویم رو دوست داشتم، بگریم هم قشنگ اومد. دوستانی که تشریف آوردم، آره دقیقاً، یعنی که اون تجمل، این قرتی بازی ها رو بذار کنار که حالا صبور باش، نمیدونم دلتو حفظ کن. میگه رفت بر باد آمد همشون. آقای حسین داوری زاده خیلی خوش آمدید. دل فریبان نباتی همه زیور هستن، زیور بستن اشاره به رویدن گل و شکوفه. بهش فکر نکرده بودم چقدر قشنگ. حسن خدا داد خوب بگیرم. گویا کتاب، کتاب گویا. فرید حامد عزیز خیلی خوش آمدی. ایرج خان نصرت و نصر اللهی شاعر خیلی خوش آمدید، باعث افتخاره. هم پیدایی قربان جناب مشکل لطف دارید. خانم کیانا میری خیلی خوش آمدید. الدا گویا خیلی خوش آمدید. 175 به جای خوبی رسیده مثل که مجده. ای دل که دگر باد صبا باز آمد، هدهد خوش خبر از شهر سبا باز آمد. برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز، که سلیمان گل از طرف هوا باز آمد. چه کار خوبی کرده، شهر رو اونجا اضافه کرده به سبا، اومده این طرف باد هوا رو، که خب باد هوایی خورده جالب به نظر نمیاد. البته داره حافظ باد هوا داره، برای اینکه طرف هوا کرده. قشنگ شد. حسن خداداد مثل سس اضافه بود، نه مثل بدون سس بود، بدون سس. لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح، داغ دل بود به امید دوا باز آمد. عارفی کو که کند فهم
زبان سوسن گر بگوید که چرا رفت و چرا باز آمد. چشم من از پی این قافله در راه بماند تا به گوش دلم آواز درا باز آمد. گرچه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکست، لطف او بین که به صلح از در ما باز آمد. صد و هفتاد و شش. صبا به تهنیت پیر می فروش آمد که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد. هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشاد، درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. تنور باده چنان برفروخت باد بهار که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد. به گوش هوش ز من بشنو و به عشرت کوش که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد. ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع، به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد. چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس، سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد. ز خانقاه به میخانه می رود حافظ مگر ز مستی زهد و ریا به هوش آمد. خموش. بله، چقدر فرق داره، یعنی قصه طور میشه این چیزی که من از این کتاب میخونم. چو شد اهرمن سروش آمد، تأکیدی که داره، بله خانم زندی، چو شد اهرمن سروش آمد، یعنی که اگر میخوای که سروش بیاد اول باید یه کاری بکنی که اهرمن بره. خیلی جالبه تأکیدمون اینه که چو شد اهرمن سروش آمد، یعنی اگر اهرمن باشه سروش نمیاد. از نامحرم بپوشانم خیلی کلمه جالبیه، و اینی که سر پیاله بپوشان، یه پیاله یه بوش بلند میشه دیگه، و وقتی که خرقه پوش میاد، اون خرقه پوش از دور که داره میاد در اینو بذار انگار که اصلا نیستش، اصلا نبوده، ما هم همینجور نشستیم تا این بره بروشو گم کنه. حالته دقیقا اینم دیوچو بیرون رود فرشته در آیدم. بعد انقلاب این یه شکل دیگه ای چیز کردن، میگه دیو چو بیرون رود فرشته در آید. صحبت خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، یعنی نمیشه هر دوتاشون باشن. چو دیو بیرون برود، یعنی اگر دیو بیرون برود آنگاه فرشته میاد. بله خدا از دهنتون بشنوه اهرمن برود که خیلی خوب بشه. کلمه سبا در غزل قبل، بله، شهر سبا، شهر با سین نوشته میشه، شهری بود که حاکمی داشت به اسم بلقیس، یه زن بود، زن مقتدری بود زمان سلیمان، یه داستان قرآنیه.
و سلیمان با حیوانات صحبت میکرد. یه هدهد داشت، یه چند روزی میبینه از این هدهد خبری نیستش، میپرسه که کجاست این غیبتش غیر مجازه فلان اینا. بعد چند روز سرکله هدهد پیدا میشه، این عصبانی که کجا بودی تا حالا، میگه نه یه خبر خوبی برات دارم، یه همچین حالتی، من رفتم فلانجا رو دیدم، یه همچین شخصی بود، یه همچین ملک، حالا کوچیکی بود نسبت ملک سلیمان، یه همچین ملک کوچیکی بود، آباد بود و قشنگ بود و فلان بود و اینا، و یه شاهی داشت، یعنی به عبارت یه ملکه‌ای داشت که اینجوری بود و اینجوری بود، که مهر اون ملکه سبا، ملکه شهر سبا یا حالا کشور سبا که نامش بلقیس بوده، به دل سلیمان میشینه و این دفعه با چیز میفرسته، یعنی با اسب و قبا با یه داستانی میره، اول میخوان چیز بکنن، مذاکره میکنن، جنگ میکنن، خلاصه اینجوری میشه و اینا با هم متحد میشن. حالا ازدواج میکنه نمیکنه، سلیمان اون رو میگیره نمیگیره، درست خاطرم نیست، و درست یعنی روایت قطعیش خاطرم نیست که چه، بعضی هم میگن که گرفت سلیمان بلقیس رو بزنی، بعضی هم در مورد این موضوع نمیدونم، حالا منم دقیقا نمیتونم الان قصه رو ببندم، بذارید مثل آقای همینگوی پایانش باز بذاریم و همین دیگه. و اینجا هم میگه که مژده ای دل که دیگر باد سبا باز آمد، سبا اول با ساد، باد بادی که از سبا میاد، و میگه هدهد خوشخبر از طرف سبا یا از شهر سبا باز آمد، یعنی خبر خوشی داره برای ما میاره، چون هدهد که اومد برای سلیمان خبر خوشی از شهر سبا آورد. MSH 2500 خیلی خوش آمدید دوستانی، اگر من ندیدم تشکر، خیلی خوش آمدم. درباره 176 هم صحبت کردیم. هوا مسیح نفس گشت، مسیح نفس بودن به معنی شفا بخش بودن هوا بوده، نفس فضا داره محسن کجاست سی، خیلی خوش آمد. یه اسم دیگه من دیدم تشریف آورده بودن، اسم طولانی بود، مشاوره خانواده، خیلی خوش آمد. 177 سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخی که آن خسرو شیرین آمد. مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای، که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد، ناله فریاد رس عاشق مسکین آمد. ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست، که به کام دل ما آن بشد و این آمد. شادی یار پری چهره بکش باده ناب، که می لعل دوای دل غم. یه بار دیگه بیت قبلی رو بخونم به دلم نشست. شادی یار پری چهره بکش باده ناب،
که می لعل دوای دل غمگین آمد. مرغ دل باز هوادار کمان ابروییست که کمین صید غمش جان و دل و دین آمد. دوستان دیگه هم نمیشنون یا شما میخواید یه خورده صدای ولوم چیزتون رو زیاد کنید، شاید از دیوایس شماست. اگر دوستان دیگه هم نمیشنون بفرمایید که من یه فکری بکنم. مرغ دل باز هوادار کمان ابروییست که کمین صید غمش جان و دل و دین آمد. در هوا چند معلق زنی و جلوه کنی ای کبوتر، نگران باش که شاهین آمد. رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار، گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین. چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل، عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد. یه بیتی رو من دیدم اینجا خیلی خوشم اومد. یکی اینکه به چه آیین آمد، فکر میکنم که پرسش نمیکنه که به چه آیینی گرویده و اومده. به آیین آمدن یه جوری اون با رسم و با تشریفات و با دبدب و کبکب آمدنه و داره میگه که سرخوش یه قدحی درکش و به خرام برو به تماشا که ببینی که نگارت با چه حشمت و با چه دبدبه و با چه کلاس و با کر و فری اومده، به چه آیین آمد. دقیقاً اصلا می‌خواستم اونو بگم. به سلامتی یار پریچهره، گفتم از یه چیزیش می‌خواستم خوشم اومد بگم. بله، میگه که یکی این که بکش گفته، یعنی باده ناب رو بکش.